خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل اخیرا ویدیویی را در توییتر منتشر کرد که در آن سراج الدین حقانی از سرکردگان طالبان برادرش بدرالدین حقانی و دیگر فرماندهان این گروه تروریستی در حال سازماندهی و اعزام افراد انتحاری برای حمله به مقر ناتو نیروهای نظامی اعتلاف آتلانتیک شمالی مستقر در افغانستان در فرودگاه شهر جلال آباد در شرق افغانستان زدران نوشته است این ویدئو مربوط به سال 2010 است و خلیفه سراج دین حقانی مشغول سازماندهی حمله به مرکز ناتو در فرودگاه جلال آباد بود در این ویدئو سراج دین حقانی که از آن زمان تا کنون در فهرست تروریست های تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا اف بی آی بوده است دیده می شود که با اطمینان خاطر در صدر مجلس نشسته است و سخرانی می کند در پایان تک تک افرادی را که ظاهرا قرار است برای حمله انتحاری آماده شوند در آغوش می گیرد و برایشان دعا می‌کند دین حقانی پیش از این نیز در ماهای نخست تسلط طالبان بر افغانستان پس از آن که از چهره پن... پنهانش رونمایی رو کرد در یک سخرانی در قندهار با افتخار گفت که دستکم 1500 مهاجم انتحاری را با دستان خود پرورش داده و روانه میدان نبرد کرده است در حالی که بیشترین آسیب وارد شده به غیر نظامیان در افغانستان در 20 سال اخیر در نتیجه حمله های انتحاری بوده است رهبر شبکه حقانی به سراحت و افتخار از سازماندهی و رهبری حمله های انتحاری در افغانستان صحبت کرد و ویدیوهای ضبط شده در جریان این فعالیت ها را نیز منتشر کرد حمله های انتحاری جز و حمله های تروریستی با بیشترین میزان تلفات در افغانستان شناخته می شوند و شمار انبوهی از خانواده ها به ویژه شیعیان و هزارها در افغانستان داغ خونین حمله های انتحاری و از دست دادن عزیزانشان را برسینه سینه دارند اما گروه طالبان که اکنون خود را حاکمان افغانستان و حامیان مردم می هرگز از موضع حمایت از حمله های انتحاری عقب نشین نی نکرده